حمله دیگر به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمله پهپادی از داخل خاک ایران که رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند خسارت سنگینی بر جای گذاشته. زبان دیپلماسی یا عملیات خرابکارانه، کدام یک برنامه هسته‌ای ایران را کنترل می‌کند؟ احتساب برای بهبود شرایط کار، کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در سراسر ایران احتساب کردند. مجلس و مسئولان وزارت نفت جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهند. ستاره موسیقی پاپ زیر سایه پدرش، بریتنی اسپیرز برای نخستین بار در دادگاه خواستار پایان حکم سرپرستی پدرش بعد از 13 سال شد. خواننده ثروتمند که اختیار دارایی‌ها و بدنش را ندارد. و وقتی پیوند تکنولوژی و سنت به گل می‌نشیند، محققان اسرائیلی زعفران ایرانی را در آزمایشگاه تولید کردند. رنگ و طعمی مشابه و قیمتی بسیار پایین‌تر. وقت بخیر بیننده امروز هستید، با من شرار عزیزی. یک حمله دیگر به برنامه هسته‌ای ایران و باز هم روایت‌های ضد و نقیض. حمله پهپادی به یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در کردان کرج که در همان ساعات اولیه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که ناکام بوده و خسارتی بر جای نگذاشته. اما روایت رسانه‌های اسرائیلی و نیویورک تایمز چیز دیگری می‌گوید. گزارش هایی که میگویند بر اساس مستندات قوی این حمله خسارات سنگینی بر جای گذاشته. این حمله ظاهراً به مرکزی بوده که در آن سانتریفیوژ های مورد نیاز برنامه هسته‌ای ایران تولید می شده و پهپادی که در نزدیکی همان مرکز کنترل می شده. نشانه دیگر از عمق نفوذ در خاک ایران. ادامه حملات منتسب به اسرائیل در حالی است که گفتگوهای برجام پس از اتمام ششمین دور بی نتیجه مانده. آیا اسرائیل به دنبال از کار انداختن توان هسته‌ای ایران قبل از رسیدن به توافق اتمی جدید با آمریکاست؟ یوسف عباس‌زاده و جزئیات بیشتر. با گذشت کمتر از 3 ماه از وقوع انفجار در سیستم برق تأسیسات اتمی نتنز، حالا عملیاتی دیگر علیه برنامه هسته‌ای ایران، این بار هم منتسب به اسرائیل. محل انجام عملیات اینجا در آزادراه کرج قزوین و در مجاورت مجموعه دارویی برکت. حمله پهپادی به یک ساختمان متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران. به گفته روزنامه نیویورک تایمز، پهپاد مورد استفاده از داخل ایران برخاسته و به ساختمان مرکز فعالیت هسته‌ای حمله کرده. رسانه‌های ایران ابتدا از حمله به مرکز دارویی برکت خبر دادند. اندکی بعد و به گفته آنها به توصیه یک نهاد امنیتی خبر حذف شد، چرا که گفته شد هدف حمله یک ساختمان انرژی اتمی بوده، جایی که مرکز اصلی تولید سانتریفیوژ برای سایت های هسته‌ای فوردو و نتنز است. مرکزی که در فهرست اهداف اسرائیل بوده که 2 سال پیش به دولت دونالد ترامپ ارسال شده بود. در حالی که رسانه های ایران میگویند این عملیات خونسا شده و خسارت جانی و مالی نداشته، رسانه‌های اسرائیلی از صدمه جدی به کارخانه تولید آلومینیوم از قطعات مربوط به سانتریفیوژها خبر دادند. ادامه چنین حملاتی به تأسیسات اتمی ایران همزمان با ادامه مذاکرات برجام در وین نشان از پافشاری اسرائیل بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی دارد. هرگز نباید به رژیمی که با بیرحمی مردمش را اعدام می‌کند اجازه داد تا سلاح‌های کشتار جمعی داشته باشند که می‌توانند با آنها میلیون‌ها نفر را بکشند. موضع اسرائیل در این مورد تغییر نخواهد کرد. همزمان ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، پس از دیدارش با مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی آمریکا، از همکاری بی‌سابقه بین دو کشور در قبال ایران خبر داد. در این دیدار طرف اسرائیلی راه‌هایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی نظامی هسته‌ای ارائه کرده. موضوع دستیابی حکومت تهران به سلاح اتمی حالا به نقطه تقابل ایران و اسرائیل تبدیل شده. یکی برای پایان عمر دیگری روز شمار گذاشته، دیگری هم مرتباً در قلب خاک ایران به تأسیسات اتمی حمله می کند.
یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوستن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای ندیمی، اطلاعات زد و نقیض متفاوتی دریافت کردیم در رسانه‌های مختلف. فکر می‌کنیم با توجه به این اطلاعاتی که منتشر شده، این حمله به کجا بوده دقیقاً و چقدر خسارت میتونسته وارد کنه؟ راستش زمانی که عکس ماهواره‌ای این حمله منتشر نشه و دقیقاً محل این حمله و میزان خسارت وارده مشخص نشه، من به شخص نمیتونم مطمئن بشم که واقعاً این جزئیات این حمله چی بوده. تا حالا هم در اخبار خیلی جزئیات دقیق ما ندیدیم. شرکت توسعه سنتریفیوژ تسا تا حالا من فکر میکردم که در نطنز بوده، ولی حالا صحبت شده که در این حمله مورد حمله قرار گرفته. شاید یکی از شرکت‌های دانش بنیان اون منطقه در شرک‌های صنعتی اون ناحیه برای شرکت توسعه سنتریفیوژ قطعاتی می‌ساخته و اون شرکت ممکنه مورد حمله قرار گرفته باشه، مثل شرکت مهندسی صنایع فلزی تیکا در ضلع شمال غربی داروسازی برکت. داروسازی برکت در ناحیه قرار داره که چندین شرک صنعتی هستن اونجا، ولی به طور مشخص سازمان انرژی اتمی اونجا سایتی نداره. نزدیکترین سایت سازمان انرژی اتمی 15 کیلومتری هستش که مرکز تحقیقات پزشکی و کشاورزی هسته‌ای این سازمان هستش. بنابراین با جزئیات زیادی نمیشه مطمئن بود که واقعا این ساختمون چی بوده و کجا بوده، ولی نوع حملهش هم همینطور. اگه واقعا خسارت زیادی بهش وارد شده، من فکر میکنم که احتمال اینکه یک خرابکاری بوده مثل موارد پیشین بیشتر باشه. یک هواپیمای بدون سرنشین یا به خصوص کوادکوپتر نمیتونه مواد منفجره زیادی هم بکنه و برای ایجاد خسارت زیاد باید به سبک حمله به تاسیسات نفتی عربستان چندین نمونه استفاده بشه با ظرفیت انفجاری 30-40 کیلوگرم، که به نظر من در این مورد این احتمالش خیلی کم باشه. از داخل ایران پرواز کردنش همونطور که دیشب در مصاحبه گفتم، بله احتمالش بیشتر هستش به خاطر اینکه مسئله برد وجود داره و مسئله پدافند هوای ایران در مرزها. این احتمال هم نمیشه رد کرد که یکی از اینا به نقطه به طور مشخص برخورد کرده که از قبل مواد منفجره در اونجا کار گذاشته شده بوده، یا اینکه به وسیله الکترونیکی یک ماشه الکترونیکی رو فعال کرده باشه که اون داخل این ساختمون انفجاری صورت گرفته باشه. بیشتر به داستانهای جیمز باند شبیه، ولی احتمالش نمیشه کامل رد کرد. آقای ندیمی، خب هم دولت در ایران تازه روی انتخاب شده و قرار هست روی کار بیاد، هم دولت در اسرائیل بسیار جدید و تازه نفسه. فکر می‌کنید واقعا این حمله‌ای که انجام شده دور جدیدی از حملات خرابکارانه‌ای هستش که اسرائیل می‌خواد در داخل ایران انجام بده، واقعا می‌خواد برنامه هسته‌ای ایران رو به نوعی ناتوان بکنه قبل از اینکه مذاکرات به نتیجه برسه؟ من فکر نمی‌کنم تغییر چندانی با تغییر دولت‌ها در این جنگ سایه بین ایران و اسرائیل به وجود بیاد. این جنگ تقریبا از سال 1982 زمان حمله اسرائیل به لبنان شروع شده و بعد از بالا گرفتن برنامه هسته ایران شدت بسیار بیشتری پیدا کرده و همیشه ادامه داشته، در مواردی برملا شده ولی بیشتر مواقع در سایه بوده. تفاوتش با جنگ بین اسرائیل و حزب الله و گروه حماس اینه که بله اونا به صورت دوره‌هایی تشدید میشه به صورت تصاویری، ولی در مورد ایران من فکر می‌کنم این همچنان با شدت گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، در مواردی ممکنه بیشتر هم بشه. آقای بنت امروز در جریان مراسم فارغ التحصیلی خلبان نیروهای کشور که اتفاقا 40مین سالگرد حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات اتمی عراق هم بوده، این نکته رو گفته که ما با دولت جدید همکاری تنگ و تنگی خواهیم داشت. احتمالاً تفاوت از این نظر خواهد بود که یه مقداری بین اسرائیل و آمریکا همکاری اطلاعات بیشتری خواهد بود و سعی خواهد کرد که موافقت آمریکا رو برای حملات این چنین جلب بکنه، ولی در نهایت هم گفته آقای بنت این اسرائیل سرنوشت خودش رو هیچ وقت دست کسی نمیده و سعی خواهد کرد که در موارد که واقعاً احساس خطر بکنه به هر شیوهی که خودش تشخیص بده هم داره انجام بده. نسبت به گذشته پیچیدگی و اراده طرف مقابل، یعنی در این مورد ایران، نسبت به عراق در 40 سال پیش خیلی بیشتر شده، ولی خب به همون ترتیب پیچیدگی عملیات اسرائیل هم بسیار زیاد هستش.
ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از چند روز گذشته در شهرهای مختلف ایران اعتصاب کردند. اعتصابی که نامش را کمپین 1400 گذاشتند و هدفش بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد و پرداخت حقوق عقب افتاده است. اعتراضی مدنی مانند بسیاری از نقاط جهان. اما پاسخی که برخی از آنها شنیدند تا اینجای کار خیلی با الگوهای جهان مدرن همخوانی نداشته. روز گذشته در پی اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه تهران 700 نفر از آنها اخراج شدند. در همین حال مجلس و وزارت نفت به تکاپو افتادند تا با جلسه فوق‌العاده به این بحران پایان دهند. شهره جولانی و جزئیات بیشتر. اعتصاب کارگران در صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد از چند روز پیش شروع شده و حالا در شهرهای مختلف ایران گسترش یافته. اعتراضهایی که کارگران آن را کمپین 1400 نام دادند. شمار مراکز صنعتی که به این کمپین پیوستند قابل توجه است و انتشار ویدیوی این اعتراضها در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را برانگیخته. از کارگران شرکت نفت جنوب و عسلویه، کارگران پروژه پتروشیمی دماوند تا کارگران کیهان‌پارس در اصفهان، کارگران پالایشگاه آبادان و پالایشگاه آدیش، از کرمان تا پالایشگاه آبادان، پتروشیمی دماوند بندر ماهشهر، از پالایشگاه اصفهان تا اهواز، کارگران پیمانکاری، پروژه و روزمزد برای رسیدن به خواسته های صنفیشان دست از کار کشیدند. شرکت ساز فرافن قش شرکت فولاد بوتیا، فولاد ایرانیان. اما همزمان با اعتراض‌ها سرکوب کارگران هم شدت گرفته. اینا برگه اخراج تمام کارگران شرکت نفت تهران، پالایشگاه تهران، 700 تا کارگر دارن اخراج میکنن. امروز تاریخ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هماهنگ کننده این اعتراضات است و خواسته آنها حذف پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی است. اعتصاب سراسری کمپین 20400 همچنین اجرای قانون کار یکسان و مزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز است. همه وسیله‌ها رو تحویل داریم میریم خونه‌هامون. این شورا گفته اگر مسئولان به خواسته کارگران پاسخ ندهند اعتصاب ادامه خواهد یافت و با اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت همسو می شود که در روزهای اخیر در آبادان، اهواز، ماهشهر و عسلویه تجمعات اعتراضی داشتند. اما پاسخ مقام ها این بودی که رئیس کمیسیون انرژی مجلس قرار است 6 تیر با وزیر نفت جلسه ویژه داشته باشد و در نشست شورای عالی اقتصادی سران قوا هم مطرح شود تا برای مشکلات کارگران صنعت نفت راهکاری پیدا شود. وعده راهکارهای بی نتیجه که نماینده کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر را در اعتراض به دوختن دهانش وادار کرد. پس از اینکه برای رسیدگی به اخراج کارگران به دفتر مدیرعامل رفته اما با بی احترامی او را بیرون می اندازند. اما خبر خوش برای کارگران حمایت همکارانشان است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد تهران در بیانیه‌های همبستگی خود را با کارگران نفت و کمپین 1400 آنها و اعتراضاتشان اعلام کردند. شهره جولانی، ایران اینترنشنال. رسول بوداغی کنشگر مدنی از تهران به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای بوداغی، مشکل اصلی این کارگرا چیه؟ چون در خبرهای مختلف مطالب مختلفی میشنویم این کارگرا پیمانکارن، پروژه‌ای‌ان، روزمزدی هستن اکثرشون یا از گروه‌های دیگه هم به اونها پیوستن. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان ارجمند. ببینید، شرکت ملی حفاری به خاطر شرایط سخت کاری خواهان 14 روز کار 14 روز استراحت دارند. یعنی کارگران شرکت ملی حفاری اون دسته از کارگرانی هستند که یک ثابت برای کار ندارن. هر چند روزی، هر چند ماهی ممکنه توی یه نقطه ای از کشور باشن. امروز در مثلا مسجد سلیمان، فردا در بیابانهای بین مسجد سلیمان تا اهواز. همینطوری چون کارشون کار واقعا دشواریه، از خانواده دورن،
زیر نظر پیمانکار هستن. پیمانکار در واقع واسطه بین کارگران و دولت هست که بخشی از به اصطلاح تولید کارگران رو دولت به اینها میده به خاطر اینکه خودش رو درگیر نکنه با کارگر. حقوق پایین میگیرن، حقوقشون بسیار پایینه، همین حقوق پایین رو هم به موقع پرداخت نمیکنن. خب شرکت‌های دیگه مثل پتروشیمی و پالایشگاه بیشتر این آدم‌ها مهاجر هستن، یعنی از نقاط مختلف ایران رفتن در شهرهای در غربت به سر میبرن، کوچ میکنن، دائما دستمزدشون هم پایینه، محیط کار از نظر بهداشتی اصلا مناسب نیست، برای استراحت جای مناسبی ندارن، غذاشون مناسب نیست. اینها به 20-10 معروف هستند، یعنی میخواهان 20 روز کار 10 روز استراحت هستند. تا کنون این کارگران ارجمند فقط 4 روز در ماه مرخصی دارند. میدونید وقتی یک کارگری شبانه روز در محیط کار خودش باشه یعنی 24 ساعته داره کار میکنه. خب کارمندهای دیگه 8 ساعت در روز سر کار هستن، بعدش میرن خونه استراحت میکنن، در کنار خانواده هاشون هستن. در واقع کارگرهایی که به این شکل دارن زندگی میکنن باید 24 ساعت شبانه روز در شرایط کاری هستن، آماده به کار هستن. میگن که پالایشگاه اونطوری که ما شنیدیم در به اصطلاح فضای مجازی 700 نفرشون رو برگه تصفیه حساب بهشون دادن به خاطر اعتصابات و اعتراضات و پیوستن به کمپین 20 و دریافتی پایینی که دارن. سندیکای کارگران نیشکر افتپه و سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اعتصابات این کارگران اعلام حمایت و پشتیبانی کردن. احتمال این که در آینده بخش‌های دیگری، اقشار دیگری از جامعه به اونها بپیوندن هم هست. آقای بوداغی، مشکلاتی که معرفی کردین یک طیف وسیع از مسائل هستش. الان مجلس وعده داده که برگزار کنن یک جلسه فوق‌العاده رو. کارگر آیا نماینده‌ای معرفی کردن؟ چطور می‌خوان این خواسته خودشون رو پیش ببرن؟ چطور می‌خوان هماهنگ عمل بکنن؟ خب ببینید، این مجلس اگه هم جلسه فوق‌العاده‌ای داشته باشه، اصلا کل سیاست نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اینه که کارگرها و ملت رو به هیچی حساب نمی‌کنه. ممکنه نمایندگانی مثل آقای محجوب که خودش نیروی امنیتی هست رو به عنوان نماینده کارگران معرفی کنه. در واقع آقای محجوب به هیچ عنوان نماینده کارگران نیست، ایشون نماینده نیروهای امنیتی در مجلس و در میان کارگران هست. ایشون از رانت دولتی داره استفاده میکنه، نمیتونه نماینده کارگران باشه. به گمان من جمهوری اسلامی این به اصطلاح راه رو، این راه مذاکره رو هم به روی خودش بسته و هم به روی اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران و معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه. یعنی اینها به نوعی گفتگو با کارگر و کارمند و معلم رو برای خودشون یه نوعی باجدهی، نمی اهل گفتگو و اهل مذاکره نیستند، بلکه این امکان رو هم از خودشون گرفتن هم و هم از سایر اقشار جامعه این امکان رو گرفتن. گفتگو نمی کنن، اهل گفتگو نیستن. اگه هم گفتگویی باشه بین خودشون و خودشون هست. ممنونم. رسول بوداغی، کنشگر مدنی از تهران. بعد از 8 ماه تیم پزشکی قانونی کانادا نتیجه تحقیقات خود را درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران منتشر کرد. گزارشی که می‌گوید جمهوری اسلامی توضیح معتبری درباره این حادثه ارائه نکرده و روایتش ناسازگار، گمراه کننده و سطحی است. در این گزارش همینطور تأکید شده که شواهدی دال بر عمدی بودن شلیک به هواپیما در دست نیست، اما این موضوع چیزی از مسئولیت مرگ سرنشینان این هواپیما کم نمی کند. در پایان هم تأکید شده که فقط ایران به مدارک کامل، محل سقوط هواپیما و شاهدان دسترسی کامل دارد. همراه هستیم با اردشیر زارع‌زاده، مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا از تورنتو. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای زارع‌زاده، این گزارش آیا چیز جدیدی، اطلاعات جدیدی برای ما اضافه کرده؟ اهمیتش در کجاست؟ این گزارش فارنزیک در واقع نتیجه تحقیقات بیش از 8 ماه
بخش تیم پزشکی قانونیه که البته با رهبری رئیس سابق اداره اطلاعات امنیت کانادا انجام شده. ولی مسئله اینه که اطلاعاتی که کانادا در دست داشته تا از اونها استفاده کنه در مورد صحنه حادثه، در مورد سقوط هواپیما، در مورد انهدام هواپیما و بعد هم سقوط هواپیما و همینطور صحنه‌ای که بعداً دیدیم و شنیدیم که مورد تهاجم قرار گرفت و بسیاری از اسناد و مدارکی که در صحنه بودند همه رو متاسفانه جمع‌آوری کردند و در واقع در زمانی که تیم نمایندگی کانادا و اوکراین هم به ایران رفتن اطلاعات کاملی در اختیار اونها قرار ندادن که یا مدارک قابل توجهی قرار ندادن که بتونن استفاده بکنن. بنابراین اون چیزی که دولت کانادا به عنوان نتیجه تحقیقات خودش استفاده کرده و منتشر کرده بر اساس بسیاری از مستنداتی که قبلا منتشر شده در خبرها و خبرگزاری‌ها و همینطور اسناد محدود و کمی که در اختیار کانادا و اوکراین قرار گرفته بوده. بنابراین اهمیت خاصی این گزارش در واقع پیدا نمی‌کنه و بیشتر می‌تونه یک تأکید مجددی باشه بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان شفاف و ناصادق بوده و بایستی که دلایل زدن موشک به هواپیمای اوکراینی رو مشخص بکنه. آقای زارع‌زاده، همونجور که گفتین، خب این اهمیت خیلی بزرگی اگه نداشته باشه این گزارش، پس نخست وزیر کانادا امروز صحبت کرد گفت ما کمک میکنیم که خانواده‌های دادخواه خسارت‌های خودشون رو بگیرن و بکشونیم پای جمهوری اسلامی رو به دادگاه‌های بین‌المللی. آیا فکر نمی‌کنید که تعلل می‌کنه دولت کانادا در این مسیر؟ اون نقشه راهی که اتاوا از روز اول ازش حرف می‌زده، بعد از گذشت این همه ماه و این همه فشار خانواده‌های دادخواه، چرا به جایی نرسیده؟ بله، مسئله همینه. ببینین، در واقع دولت کانادا داره یک بازی سیاسی انجام میده، چون هدفش این هست که خسارت قابل توجهی برای خانواده‌ها بگیره. جمهوری اسلامی حاضر است 150,000 دلار برای هر قربانی پرداخت بکنه که طبق کنوانسیون‌های جهانی قابل قبول نیست و دولت کانادا هم به خاطر اهمیت این موضوع اون رو قبول نداره و تلاش میکنه که به یک توافقی دست پیدا بکنه. بنابراین طرح دادگاه بین‌المللی و گزینه‌هایی که روی میز هست بیشتر شمشیر داماکلس هست بالا سر جمهوری اسلامی، یعنی اهرم فشار تا بتونن به یه توافقی برسن. از طرفی هم چراغ سبزی به جمهوری اسلامی که ما میتونیم گفتگو کنیم و راه رو باز بکنن برای به نتیجه رسیدن. اما از طرف دیگر ما می‌بینیم که همین یک ماه پیش دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا حکمی صادر کرد که این اقدامی تروریستی و عمدی بوده که جمهوری اسلامی دست بهش زده و هواپیما رو منهدم کرده و متأسفانه دولت کانادا به این حکم اصلا هیچ توجهی نکرده و خیلی از خانواده‌ها ناراضی هستند. همین امروز جلسه‌ای بوده با حضور مقامات و وزرا با خانواده‌ها که یکی از خانواده‌ها آقای مهرزاد زارعی اعتراض می‌کنه که پسرش آراد رو در این هواپیما از دست داده و وقتی میگه که این گزارش خجالت آوره، میکروفون ایشون رو قطع می‌کنن و اینا خب نشانه‌های خوبی نیست و بنابراین باید فشار رو روی دولت‌ها همچنان ما ادامه بدیم و در راستای دادخواهی قدم‌های محکم‌تری برداریم و دولت کانادا رو هم متحد بکنیم که خیلی جدی‌تر و بهتر عمل بکنه. ممنونم از شما اردشیر زارع‌زاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا از تورنتو. روایت مهاجرت و زندگیش را بر روی برگ‌های پاییزی جان می‌بخشد. امید اسدی که از ایران به منچستر مهاجرت کرده از چهره‌های شناخته شده محافل هنری این شهر است. البته نه فقط به خاطر خلق تابلو برگ‌هایش، بلکه با اجراهای نمادینش برگرفته از فرهنگ و تجربه زیسته ایرانیان. او که مهاجرت برایش پلی بوده رو به شکوفایی استعدادهایش، داستانی متفاوت را از سر گذرانده. در آخرین بخش مجموعه از روزگار پناهندگان، کیانا فیروز به دیدن این هنرمند در منچستر رفته. قطار مهاجرت گاهی هنرمندانه به مقصد میرسد. وقتی طبیعت به میزبانی مهاجر میرود و برگ‌های درخت دست دوستی دراز میکنند.
شروعش از بچگی بود، یعنی زمانی که مجبور بودم تو خوابم نمی‌برد زورا و بیشتر وقتم تو باغچه مجبور بودم بگذرونم، چون چیز اجازه تو کوچه رفتنم خب معمولا نداشتیم. مهندسی شاعرانه بر تن برگ‌ها، تولدی دیگر برای برگ‌ها زیر دست‌های امید اسدی. بوکسوری که نمی‌گذارد برگ‌ها بمیرند. من از 15 سالگی بوکس شروع کردم، اومدم اینجا و یعنی تقریبا یه فاصله زیادی افتاد با بوکس، ولی همیشه یه قسمتی از زندگیم بود و همیشه یه جوری شد که من احساس میکردم این دنیا هم دقیقا این رینگ بوکسه. امید اسدی بعد از تحصیلات عالی در رشته هنرهای زیبا در منچستر با اجراهای زنده و مفهومی متفاوتی مهاجرت و زندگی دوباره را به بحث گذاشت و به چهره شناخته شده محافل فرهنگی این شهر تبدیل شد. موقعی دمام زنن که یا برای سوگواری جوانی فوت کرده یا خبری بخوام بدن، اومدیم این فرش رو این سمبال انتخاب کردیم و روش شروع کردیم دمام زدن با حلبی هایی که توش نفتن و این نفت آروم آروم لیک میکنه روی این فرش و فرش رو شروع میکنه به خراب کردن و سیاه کردن. بعدی که سیاه میشه یکی یکی کسایی که پرفورمنس دارن انجام میدن رو ترک میکنن و وقتی میرن جای پایشون میمونه، یعنی وقتی یه همچی خرابی به وجود میاد خیلی مجبور میشن ترک کنن یه همچی چیزی همچی جایی. انگلیس یا طبیعت انگلیس چقدر تأثیر داشت تو کارت؟ خیلی تأثیر داشت، مخصوصا یکی از اولین جرقه هایی که به ذهنم زد به خاطر تو فصل پاییز بود که برگا ریخته بودن رو زمین و زیباییشون رو قشنگ میدیدم. برگای پاییزی رو برمیداری فقط؟ درست، برگایی که دیگه تموم شدن، یعنی احساس میکنم وظیفهشون از روی درخت بودن دیگه تمام شده و در واقع بهشون یه زندگی دوباره میدی. دقیقا این مسیر رو برام لذت بخشه که هر روز امیدوارم همیشه همینجوری باشه با ایده جدید و کار جدید ادامه پیدا کنه. تقریبا هر روز یه چیزی میخونم، هر روز به یه چیزی فکر میکنم یا به اون چیزی که قبلا فهم که یک ذره هم شده عمیق‌ترش کنم. کیانه فیروز، ایران اینترنشنال. خبر کوتاه از جهان. وزرای امور خارجه آلمان و آمریکا و تعدادی از بازماندگان هولوکاست در مراسم افتتاح بنای یادبودی برای جانباختگان هولوکاست در برلین گرد هم آمدند. آلمان و ایالات متحده همچنین طرحی را برای جلوگیری از افزایش نگران کننده یهود ستیزی و انکار هولوکاست در جهان به اجرا در می آورند. قرار است گفتگوهایی برای ایجاد مکانیزمی آغاز شود تا نسل جوان با جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم آشنا شوند. یک نهاد وزارت دفاع اسرائیل از طرح ساخت 31 پروژه شهرک‌سازی در کرانه باختری خبر داد. اولین اقدام در دولت جدید اسرائیل. در همین حال مشاور سیاسی وزارت امور خارجه فلسطین از شورای امنیت خواسته که این اقدام را محکوم کند. جامعه بین المللی ساخت شهرک اسرائیلی را طبق قوانین غیرقانونی و مانعی برای صلح با فلسطینیان می دانند. در حالی که ظرف روزهای گذشته حملات طالبان در افغانستان افزایش داشته و این گروه ده‌ها منطقه را تصرف کرده، یک گروه 130 نفره از جنگجویان طالبان خود را به نیروهای دولتی تسلیم کردند. فرمانده این گروه گفته که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند و دیگر جنگ طالبان جایز نیست. والی هرات اعلام کرده که این افراد تعهد دادند که در مناطق ناامن با طالبان بجنگند.
در پی فرو ریختن یک ساختمان مسکونی 12 طبقه در میامی فلوریدا دست کم یک نفر کشته و 51 نفر دیگر ناپدید شدند. تیم‌های امداد و نجات در منطقه مستقر شدند و تلاش می‌کنند افراد گرفتار در زیر آوار را نجات دهند. هنوز علت فرو ریختن این ساختمان مشخص نشده. لغو حکم ممنوعیت فروش CBD از فرآورده‌های ماریجوانا در عالی‌ترین دادگاه فرانسه. CBD یک ترکیب غیر روانگردان است که از گیاه ماریجوانا تولید می‌شود و مصرف آن به عنوان یک ماده آرامبخش در جهان در حال افزایش است. ترانه‌هایش به سرعت پله‌های ترقی را طی کرد و تبدیل شد به ستاره موسیقی پاپ. دختری جوان که الهام بخش بسیاری در سراسر جهان شد. بریتنی اسپیرز، خواننده ای آمریکایی، حالا پس از 13 سال برای نخستین بار در یک دادگاه عمومی خواستار پایان سرپرستی اجباری پدرش شد. او می‌خواهد اختیار اموال، بدن و روانش را به دست بیاورد. بریتنی به دادگاه گفته پدرش او را وادار به استفاده از ابزار جلوگیری از بارداری کرده و برخلاف خواستش باید از داروهای روانپزشکی استفاده کند. بهار خدابنده گزارش میده. ده ساله بود که راهش به صحنه باز شد. بریتنی اسپیرز در مدت کوتاهی به شهرت جهانی رسید و آوازهایش بر سر زبان‌ها افتاد. هزینه این شهرت اما آزادی او شد. حضور دوربین‌های رسانه‌ای در جزء به جزء زندگیش بریتنی را به شرایطی بحرانی کشاند. از اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا درگیری با رسانه‌ها و در نهایت بستری شدن در بیمارستان به خاطر مشکلات روانی. پدرش جیمی اسپیرز با رأی دادگاه سرپرستی بریتنی را بر عهده گرفت. 13 سال از آن تصمیم می‌گذرد. امروز بریتنی اسپیرز زنی 39 ساله با دو فرزند اختیاری در امور مالی و حتی امور پزشکی خودش ندارد. موضوعی که خودش را به دادگاه و طرفدارانش را به خیابان‌ها کشیده. اما این اعتراض‌ها تنها به پرونده بریتنی ختم نمی‌شود. بریتنی اسپیرز و طرفدارانش معتقدند حکم سرپرستی در مورد او زمینه را برای سوء استفاده پدرش فراهم کرده. حکم سرپرستی برای بزرگسالانی که نمیتونن از خودشون مراقبت کنن. حکم سنگینیه. شخص سرپرست همه چیز رو کنترل میکنه. حتی اینکه فرد کجا میره، کیا رو میبینه و پولش رو چطور خرج میکنه یا چه قراردادهایی میبنده. این حکم معمولاً برای افرادیه که دچار نقص در رشد فکری یا مشکلات حاد هستن. ارزش بریتنی به 60 میلیون دلار میرسد و پدرش کنترل کامل این درآمد را دارد. در روند این پرونده هزینه وکلای پدر بریتنی هم از درآمد کنسرت‌های او برداشته می‌شود. مدارک دادگاه حاکی از آن است که بریتنی اسپیرز از 6 سال پیش نسبت به صلاحیت پدرش برای سرپرستی ابراز نگرانی کرده. اما دادگاه سال گذشته این ادعای او را رد کرد. حالا بار دیگر در دادگاه و این بار با کمک فعالین و طرفدارانش بریتنی اسپیرز برای پس گرفتن استقلالش تلاش می‌کند. بهار خدابنده، ایران اینترنشنال. اعتراض کردن در جهان شیوه‌های متفاوتی دارد. یکی از آنها برهنه شدن است. روشی که در سال 2008 چند زن در اوکراین در اعتراض به آزارهای جنسی زنان از آن استفاده کردند. موفقیت آن زنان در بیان حرف‌هایشان و جلب توجه رسانه‌ها باعث شد که حالا برهنه شدن در سراسر جهان تبدیل شود به روشی برای اعتراض. در تازه‌ترین رخداد در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران، چند زن در مقابل سفارت ایران در برلین برهنه شدند و به سمت سفارت دویدند که در نهایت دستگیر هم شدند. همکارم احمد صمدی با یکی از این زنان گفتگو کرده. 28 خرداد در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاقی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین رخ داد که توجه بسیاری از رسانه‌ها و مردم کشورهای مختلف جهان را به خود جلب کرد. سه زن اوریان به سمت در سفارت می‌دویدند.
پلیس آنها را بازداشت کرد و مانع از ادامه اقدام آنها شد. نوشین یکی از این زنان است که با او گفتگویی را در برلین انجام دادم. من یه آدم به شدت عصبانی هستم از سیاست‌های جمهوری اسلامی. به ویژه زنان در جمهوری اسلامی تحت فشارن. سالیان سالی که تحت فشارن و آقای خامنه‌ای برمیگرده میگه که زنان میتونن بدون اجازه همسر برن رأی بدن. توی کشوری که زنان بدون اجازه همسر، پدر، برادر، عمو هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، حالا میتونن برن رأی بدن به جمهوری اسلامی و اصلا گفتن همین جمله ضد زنه که زنان میتونن بدون اجازه شوهر برن رأی بدن. اصلا چرا باید زنان به اون اجازه شوهر احتیاج داشته باشن؟ و این عصبانیت ها باعث شد که من هی رادیکال تر بشم. حالا اگر که در نظر بگیریم که بدن من یک چیز رادیکاله که واقعا نیست از نظر من، ایده اون عمامه ها رو داشتم که چون ماه افتخار رنگین کمانی هم هست که این ترکیب رو از آخوندهای شیعیان با رنگین کمانی هایی که در ایران حتی حق زندگی کردن ازشون گرفته میشه ترکیب کنیم و نشون بدیم که ما هستیم، ما وجود داریم، ما تلاش میکنیم و ما میتونیم. نمیدونم چرا دولت آلمان اون حد از پلیس رو دم سفارت‌های ایران گذاشته بود. خب سفارت ایران توی برلین که همیشه یه پلیس دم درش داره، نمیدونم چرا. خیلی امنیتی بود فضا کلاً و معترضین رو داخل یه قفس فلزی کرده بودن، میگفتن حق ندارید یک قدم از این بیاید بیرون و خب ما اون مرز رو گذروندیم که این خودش یه مشکل بود و اینکه بدنمون اوریان بود و اینکه ما درخواست نداده بودیم به پلیس. به نظرم تأثیر 100% میتونه بذاره به خاطر همین توجهی که شد. در واقع این احساس میکنم که خب من اولین زن ایرانی هم نیستم که اوریان میشه، بودن کسای دیگه ولی خب توی کانسپت های دیگه ای بودن. من احساس میکنم که تایمینگی که داشت خیلی به این و خب توی عصر رسانه خیلی کمک کرد به وایرال شدنش و پیام هایی که از زنهای ایرانی گرفتم که تو این تابو رو شکستی و ما دیگه الان جرأت میکنیم. و این که من خیلی پیام گرفتم از زنان ایرانی که داخل آلمان هستن و گفتن که حتما اگر دفعه دیگه انجام خواهد شد ما حتما همکاری میکنیم و خب این خیلی برای من خوشحال کننده است دیگه. من توی دوروری خودم یه مقدار پرسیدم که میاید بریم سفارت همچین کاری بکنیم و اینا، همه اینجوری بودن که با خیلی چیزه، خیلی رادیکاله، مثلا نه چی میگم من، حالا چه شکلی ام و اینا. ولی خب دیگه کردم و این احساس میکنم این تابوه شکسته شد و راه باز شد به قولی. ادویه‌ای که ردپایش در بسیاری از خوراک‌های ایرانی پیدا می‌شود و کاشت و برداشت آن کاری بسیار پرزحمت است. زعفران که در بازارهای جهانی به طلای سرخ معروف است، پادشاه ادویه هاست و بسیاری از کشورها در تلاشند که بتوانند پیاز ایرانی این گیاه را در شرایط آب و هوایی مختلف کشت کنند. حالا محققان اسرائیلی یک گام به پیش رفتند و زعفران را با همان کیفیت در شرایط آزمایشگاه تولید کردند. پیازهایی که چند بار در سال به بار می نشینند و با این شرایط در آینده نچندان دور قیمت طلای سرخ در بازار جهانی کاهش پیدا خواهد کرد. بابک اسحاقی گزارش میده. زعفران یا طلای سرخ، گیاهی گرانبها که نامش با نام ایران گره خورده. ایران نیمی از زعفران جهان را تأمین میکند، اما روند کاشت، نگهداری و برداشت این گیاه کاری سخت و طاقت فرسا. تلاش یک ساله کشاورزان برای تولید تنها چند کیلو زعفران. اما شرکت زعفران تک در اسرائیل نوید انقلابی تازه را در تولید زعفران می‌دهد. انقلابی که با بهره گرفتن از تکنولوژی پیشرفته می‌تواند چالشی بزرگ را در مقابل محصول زعفران ایران قرار دهد. این دانشمندان اسرائیلی توانستند طلای سرخ ایران را صدها برابر کشت عادی در مزارع زعفران به طور مداوم و در هر فصلی در آزمایشگاه تولید کنند. برای تهیه تنها یک گرم زعفران هزاران گل از این نوع گل‌های زعفران لازم است و این شرکت اسرائیلی تلاش می‌کند که با پرورش این گل‌های زعفران در شرایط آزمایشگاهی به زودی نرخ زعفران را بسیار پایین بیاورد.
تومر بن رفائل یکی از مخترعان این شیوه نوین است. ما در حقیقت تکنولوژی پیشرفته را وارد کشت سنتی زعفران کرده ایم و از این طریق موفق شده ایم تا گلهای زعفران را وادار کنیم چند بار در سال جوانه بزنند و در نتیجه زعفران بیشتری را به دست بیاوریم. ما می توانیم زعفرانی با کیفیت عالی را چندین بار در سال برداشت کنیم. این گفته تومر را یک بانوی ایرانی که زعفران مرغوب را خوب می شناسد می تواند محک زند. این زعفرونی که از ایران برامون فرستادن و این زعفرونی که در اینجا تولید شده، از نظر بو دوتایشون یه بو رو میدن. حالا از نظر مزه ببینیم چه مزه‌ای داره. دقیقاً همون مزه است، همون بو، همون مزه زعفران خودمون رو میده. دیوید فرایندبرگ، رئیس و سرمایه گذار این شرکت، نه تنها خود را در رقابت با ایران نمی‌بیند، بلکه خواهان همکاری با کشاورزان ایرانی است. من از کشاورزانی که از این طریق صدای من را می‌شنوند می‌گویم با وجود آنکه ما اسرائیلی هستیم با ما تماس بگیرید. ما خواهان همکاری با شما هستیم. ما به دنبال دریافت انواع پیازهای زعفران ایرانی هستیم تا به روی آنها نیز آزمایش کنیم. ما می‌توانیم با توانایی‌های تکنولوژی‌مان و تجربه شما ایرانی‌ها کارهای مهمی انجام دهیم. مدیران این شرکت امیدوارند که با جذب سرمایه‌های لازم تا دو سال آینده تولید انبوه زعفران در اسرائیل را آغاز کنند. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل. ایران اینترنشنال رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید. ممنون از همراهیتون. تا امروزی دیگه، وقت خوش.